دوستان گرامی همبطنان عزیزم سلام دارم خدمت تک تک شما عزیزان امیدوارم لحظات شما پر از شادی و آرامش باشه تا حالا شده آدرس ها و خیلی از اسامی را فراموش کنید البته این یک ای اتفاق طبیعیه و همیشه نشانه بدی نیست اما اگر زیاد اتفاق بیفته میتونه شروع بیماری آلزایمر باشه در چنین موقعیتی شما در حال از دست دادن حافظه کوتاه مدت خودتون هستید این علائم تا اونجایی پیش میره که فرد حتی راه بازگشت به منزل رو هم فراموش میکنه خب چنین موقعیتی خیلی ترسناکه که انسان بخواد حتی ابتدایی ترین چیزها رو هم فراموش کنه بیماری آلزایمر به مغز آسیب میزنه این بیماری باعث از دست رفتن تدریجی و مداوم مغز میشه و میتونه روی صحبت کردن فکر کردن و انجام فعالیت های روزانه شما تاثیر بذاره. این بیماری در بیشتر مواقع یک بیماری عصبی ارسیه. علائم اون در ابتدا خفیفه اما در طول زمان شدیدتر میشه. بر طبق یک تحقیق در سال 2013، 8 میلیون نفر در ایالات متحده به زوال عقل مبتلا بودند و از این تعداد 5 میلیون نفر مبتلا به آلزایمر. انتظار میره در سال 2050 این تعداد دو برابر بشه در این ویدیو شایه ترین علائم شروع آلزایمر رو با هم مرور میکنیم و مواد غذایی و راههایی را معرفی خواهیم کرد که با انجام آنها میتونید آلزایمر را از خودتون دور کنید دوستان و عزیزانی که تازه به ما پیوستید خیلی خوشحال هستیم میتونید با فشار دادن دکمه سابسکرایب و علامت زنگولی کنار اون همیشه به جدیدترین آپدیت های ما دسترسی داشته باشید نشانه هایی وجود داره که میتونه دلیلی باشه که فرد به بیماری آلزایمر دچار شده و یا در معرض این بیماری قرار داره کاهش توانایی در به خاطر سپاری و به یاد آوردن اطلاعات جدید که میتونه به عنوان مثال باعث بشه که فرد سوالات یا مکالمات تکراری داشته باشه گم کردن وسایل شخصی فراموش کردن حوادث یا قرار ملاقات ها و گم شدن در یک مسیر آشنا نشانه های دوم عبارتند از درک نادرست از خطرات ایمنی، ناتوانی در مدیریت امور مالی، توانایی تصمیم گیری ضعیف، ناتوانی در برنامه ریزی و ناتوانی در انجام فعالیت های پیچیده یا متوالی. سومین دسته اختلالات تجسمیه که میتونه به دلیل مشکلات بینایی چشم به وجود بیاد از جمله ناتوانی در تشخیص چهره یا اشیاء مشترک و یا یافتن اشیاء در نمای مستقیم ناتوانی در استفاده از ابزارهای ساده با عنوان مثال برای پوشیدن لباس چهارمین نشانه ها اختلال در صحبت کردن خواندن و نوشتنه. به عنوان مثال دشواری در یافتن کلمات در حال صحبت کردن، تردید در صحبت کردن و املای خطادار. پنجمین دست نشانه ها میتونه تغییرات شخصیت و رفتار باشه مانند تغییرات رفتاری مثل آشفتگی و بیتفاوتی، اجتماع گریزی یا عدم علاقه، انگیزه و ابتکار وسواس یا رفتار اجتماعی غیر قابل قبول شخص با یادگیری و فراخانی اطلاعات جدید با مشکل روبرو میشه و همینطور مشکل در تکلم هم میتونه جز نشانه های کلیدی اولیه باشه البته این بیماری علائم مشهود دیگری هم داره از جمله ناتوانی در تشخیص اشیا و چهره افراد کاهش شنوایی اثر انگشت غیر طبیعی از دست دادن حس بویایی افسردگی و اختلال فضای بینایی عواملی همچون سال خوردگی، سابقه خانوادگی و حمله برخی از جنها میتونه در ابتلا به آلزایمر نقش داشته باشه. خوشبختانه راههایی وجود داره که میشه جلوی زوال عقل رو گرفت. مانند ورزش منظم، حفظ سلامت سیستم قلبی و مدیریت بیماری های همچون دیابت، چاقی، سیگار کشیدن و فشار خون بالا. رژیم غذایی متنوع و سالم رو دنبال کردن و شرکت در آموزش مادام العمر و آموزش شناختی اما برخی از مواد خوراکی هم هستند که میتونن در به تاخیر انداختن بیماری آلزایمر به ما کمک کنند اولین ماده روغن نارگیله خوردن یک یا دو قاشق چایخوری روغن نارگیل دو بار در روز به طور منظم و یا اینکه از روغن نارگیل در سالات ها ها و غذاهای خودتون استفاده کنید ویتامین ب 12 خوردن غذاهایی با ویتامین B12 بالا مانند ماهی، مرغ، تخم مرغ، پنیر و شیر، لوبیای خوش شده و آفکادو، غلات غنی شده و شیر سویا. ماده بعدی دارچینه دارچین رو در چای، نان توست، قلات بلغور جوی سر، محصولات پخته شده، سالاد میوه و کوکی ها استفاده کنید. دارچین رو میتونید به صورت مکمل هم مصرف کنید. استفاده از دم کرده چوب دارچین هم بسیار مفیده. توجه داشته باشید دارچین رو بسیار زیاد استفاده نکنید زیرا ممکنه به کبد آسیب بزنه. بادام خوردن یک اونس یا مقداری بادام خشک به شکل روزانه شما میتونید هر روز 8 الا 10 بادام خورد شده و پوسکنده رو ناشتا میل کنید. سرجوبه شما میتونید هر روز یک لیوان شیر سرچوبه که به عنوان شیر طلایی همشناخته میشه را میل کنید برای تهیه این شیر فقط یک و نیم چای چایخوری پودر سرچوبه رو در یک فنجان شیر بجوشونید اون را با اصل خام بخورید همچنین زرجوبه رو میتونید به شکل چای همدم کنید و مصرف کنید سرچوبه برای افراد مبتلا به سنگهای صفراوی و انسداد مجرای صفراوی مناسب نیست اسیدهای چرب اومگا 3 خوردن مایه های چرب گردو دانه های کتان لوبیا، روغن زیتون و پوری کدو و مواد غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا 3. مصرف مکمل های امگا 3 حاوی حداقل 600 میلی گرم DHA ای هم میتونه مناسب باشه. برای تعیین دوز مناسب امگا 3 بهتره با پزشک مشورت بشه. مواد غذایی همچون زغالخته، چای سبز، کلم بروکلی و گردو هم برای پیشگیری از بیماری آلزایمر مفید هستند. و اما برای جلوگیری از بیماری آلزایمر میشه یک سری کارهای دیگر رو هم انجام داد از رژیم های با چربی زیاد و چربی اشباه شده اجتناب کنید در رژیم غذایی خودتون انواع چربی های مزر رو با چربی های سالم جایگزین کنید از الکل و سیگار هم باید دوری کنید غذاهای فرآوری شده و آلاینده های فلزی مانند آلمینیوم و جیوه چند دقیقه آفتاب صبح روزانه ویتامین دی که میتونه به بهبود عملکرد مغز کمک کنه رو هم فراهم میکنه. شما باید به ذهن خودتون ورزش بدین تا هوشیار نگرش دارین و اجازه ندین بخوابه. فعالیت های ذهنی زخایر ادراک و شناخت را بالا میبره و در نتیجه موجب کاهش ریسک زوال عقل میشه. فعالیت مثل مطالعه زیاد. ارتباط قوی میان قند خون بالا و ریسک زوال عقل هم وجود داره تا حدی که نام دیگه آلزایمر رو دیابت نوع سوم گذاشتن حتی اگر کسی دیابت نداشته باشه قند خون بالا میتونه ریسک زوال زوال عقل رو افزایش بده کنترل مناسب قند خون چه با دیابت و چه بدون اون میتونه داروی پیشگیری کننده برای مغز باشه مطالعات نشون داده ورزش نکردن و کم تحرکی میتونه باعث افزایش اختلال حواس بشه. افرادی که اصلا ورزش نمیکنن سریعتر دچار تحلیل رفتن بافت های عصبی مغز میشن و در نهایت زودتر ممکنه به آلزایمر دچار میشن. برای افراد میان سال کم تحرکی مهمتر از عوامل ژنتیکیه و آمادگی جسمانی باعث کاهش سرعت این پروسه میشه. کم خوابی رو هم جدی بگیرید. بر اساس تحقیقات جدید دانشگاهی پزشکی دانشگاه واشنگتن، الگوهای نامنظم خوابیدن در بزرگسالان سالم میتونه نشانه ابتلا زودرس به بیماری آلزایمر باشه. پروتئین های آمیلویدی مرتبط با آلزایمر زودرس هنگامی که خواب مختل میشه یا زمانی که یک فرد خواب کافی نداشته باشه، افزایش پیدا میکنه. مواظب مصرف نمک هم باشید رژیم های شور به اختلال در عملکرد سلول های لایه درون رگی منجر میشه که جریان خون در مغز رو کاهش میده در برخی از انواع زوال مغز که شایع ترین نوع اون آلزایمره جریان خون به مغز کاهش می آبه. مورد دیگه استرابه استراب زیاد به مرور زمان باعث آلزایمر میشه بر اساس مطالعات فراوان استراب باعث افزایش سطح پروتئین بتا آمیلوئید میشه که میتونه ده سال قبل از بروز علائم آلزایمر ظاهر بشه ساعات طولانی رو صرف تماشای برنامه های تلویزیونی نکنید این کار میتونه سبب بروز بیماری های کشنده در میان سالم و سالمندان بشه که یکی از بار سرین اونها بیماری زوال عقل تماشای طولانی مدت تلویزیون به قدری خطرناکه که حتی ورزش کردن هم نمیتونه علائم خطرناکش را از بین ببره کارهایی همچون نخوردن صبحانه پرخوری دخانیات آلودگی هوا پوشوندن سر به هنگام خواب کار کشیدن از مغزتون در هنگام بیماری و کاهش افکار مثبت هم میتونه در ابتلا به آلزایمر موثر باشه مصرف ماهی به طور منظم میتونه 20 درصد احتمال کاهش حافظه و آلزایمر رو کم کنه. استفاده کمتر از گوشت قرمز هم در جلوگیری از این بیماری نقش داره و سعی کنید کلا از محصولات با چربی بالا زیاد استفاده نکنید. مغز سالم به قلب سالم بستگی داره هر گونه اقدامی که قلب شما رو تقویت کنه به مغز شما هم کمک خواهد کرد چون قلب شما خون رو به کل بدن حمل میکنه و اکسیژن رو به تمام بافت ها منتقل میکنه هر گونه اختلالی در تحویل اکسیژن به بافت ها مخصوصا بافت های مغزی آسیب خواهد زد مطالعات انجام شده در ژاپن هم نشون میده افرادی که پیاده روی روزانه انجام میدن کمتر احتمال داره به آلزایمر دچار بشن. هموطنان گرامی از همراهی شما ممنونم. درخواست های شما را دریافت کردیم و با تمام انرژی و سرعت سعی می کنیم سریع برای ساختشون اقدام کنیم. پاینده باشید و سرفراز روزهای پر از اتفاقات خوب را برای شما آرزو می کنن.